دوستان با درود به شما، منصور محمدزاده هستم از شهر سن حوزه در شمال کالیفرنیا. در خدمتتون هستم با برنامه علمی جهان چیست در تلویزیون پیام جوان. نام این برنامه هست، موضوعی که در این قسمت بهش خواهیم پرداخت هست، اعتقادات و پیشفرسا و اینکه چقدر اعتقادات ما و پیشفرسای ذهنی ما میتونن به عنوان یک سد در راه پذیرش مطالب علمی عمل بکنن. این جلسه رو ما جلسه اول در نظر میگیریم. جلسه قبلی ما در واقع میشه گفتش که مقدمه بوده. این جلسه شماره 1 هست. قبل از اینکه شروع بکنم، من به پرسش هایی که برام رسیده در رابطه با برنامه قبلی، برنامه مقدمه، پاسخ میدم. نخستین پرسش این بوده که در پایان برنامه قبلی ما یک کلیپی پخش کردیم که در واقع سعی داشت که وسعت جهان رو به ما نشون بده با مقایسه چیزهایی که در جهان هستن، مثل سیارات، ستاره‌ها و کهکشان‌ها. در چند ثانیه آخر یک قسمتی رو نشون داد که در واقع داشت چند جهان رو نشون میداد، اینکه آیا جهان‌های بیشتری وجود دارن یا فقط جهان ما هست. پاسخ اینه که نمیدونیم و این رو شما اون 5 ثانیه آخر رو به نوعی روش قطعیت نذارید. اگر دیده باشید یه زیرنویس داشت فیلم و نوشته بود که مولتیورس یا چند جهانی، جلوش یه علامت سوال گذاشته بود. اون علامت سوال یعنی این که ما نمیدونیم آیا جهانهای دیگری هم وجود دارند یا نه. این فقط یک تخیل هست، یک فرض هست. ما میتونیم فرض بکنیم، میتونیم تخیل بکنیم. تخیلش هم خب خیلی جالبه، معلوم هم نیست بشه در رابطه با اون شواهدی به دست آورد، ولی در حال حاضر هیچ گونه شواهدی، تکرار میکنم، هیچ گونه شواهدی بر اینکه جهان دیگری وجود داره به غیر از این جهانی که ما الان داریم درش زندگی میکنیم به دست نیومده. بنابراین کماکان اگر خواستید که به اون قسمت فکر بکنید، به اون چند ثانیه آخر، به چند جهانی، در نظر داشته باشید که این تا الان صرفا یک تخیل و صرفا یک فرض هست. بعد پرسش دیگه پرسیدن که شما روی علم تاکید کردید و چرا فقط علم؟ آیا ما روی چیزهای دیگه نمیتونیم تاکید بکنید؟ ببینید دوستان، هر کسی میتونه اعتقادات شخصی خودش رو داشته باشه در زندگی و قصد ما هم این نیستش که به اعتقادات افراد حمله بکنیم. ولی یک نکته خدمتتون بگم، اون چیزی که بشر در دستان خودش داره تا این لحظه فقط علم و دانشه. یعنی تمام چیزهایی که در جهان شما باهاش برخورد دارید و دارید ازش استفاده میکنید و زندگیتون رو بر مبنای اون تنظیم میکنید و پیش میرید، اینها همه چیزهایی هستن که به دست آمده علم هستن و به غیر از این چیزی در دستان بشر نیست. بله، ممکنه افکاری در مغز ما باشه، ما به اونها معتقد باشیم، به اونها فکر بکنیم، ولی اون چیزی که عملاً در عمل دست ما هست برای اینکه زندگی بشری رو جلو ببریم و اون چیزی که امور جهان رو داره میگذرونه، یعنی هدایت میکنه، علم هست. اینم پاسخ پرسش 2. خب حالا ما در اینجا یک بار دیگه تکرار میکنم که ببینید، قصد ما از این برنامه، اشاره میکنم به بعضی از دوستان که نظراتی گذاشتن، ببینید دوستان، قصد من اینجا این نیستش که من بخوام کلاس درس فیزیک باز بکنم. من میتونم به راحتی یه گچ بردارم اینجا شروع بکنم، یه تخت سیاه رو پر بکنم، بهتون فیزیک درس بدم. ولی هدف من این نیستش که در اینجا کلاس دبیرستان یا کلاس دانشگاهی ایجاد بکنم و فقط به صورت خام علم رو به شما منتقل بکنم. به این دلیل که
برای چنین کاری مراجع زیادی وجود دارند در دنیا، این همه دانشگاه، این همه مدارس و کلی کتاب‌های علمی در دسترس همه هست. خب همه یا مدرسه میرن یا دانشگاه میرن یا کتاب در دسترس دارن، هم میتونن از اونها استفاده بکنن. من گرچه مطالب علمی رو به صورت فنی هم بیان خواهم کرد، اما هدف این نیستش که صرفا همونطور که گفتم مطالب علمی رو به صورت خام و لخت عرضه بکنم، بدون اینکه اون رو بیام بدون اینکه بازش بکنم، بدون اینکه جوری بیانش بکنم که همه ازش بهره ببرن. به هر حال هدف این هستش که با روش علمی، من شما رو با روش علمی آشنا بکنم، نه اینکه صرفا اطلاعات خام بهتون بدم. بعد در اینجا لازم میبینم که یکی از کتاب‌های خوبی هست که به زبان علم رو به صورت ساده بیان کرده، علم فیزیک رو، کتابی از دانشمند انگلیسی استیفن هاکینگ. هاکینگ حدود یک سال پیش فوت کرد و خیلی از افراد با شخصیت ایشون آشنایی دارن. دانشمندی بود که بیماری جسمانی داشت و مجبور بود که در واقع از چشمش به پایین هیچ جای بدنش کار نمی‌کرد، همه فلج بودن. و هاکینگ دانشمند معروفیه به این جهت که، نه اینکه دانشمندانی در سطح ایشون وجود ندارن، به این جهت که هاکینگ یکی از کارهایی که کرد این بود که علم رو خیلی به زبان ساده بیان کرد. دو تا کتابی که منتشر کرد، یکی همین کتاب بود به نام جهان در پوست گردو که به فارسی ترجمه شده، روبروی دانشگاه تهران تو ایران هست، هر جا بخواید میتونید پیدا بکنید. البته اسمش بعد ترجمه شده، معنیش این هستش که جهان به طور خلاصه، نه جهان در پوست گردو. و یه کتاب دیگه هم هست باز از هاکینگ به نام تاریخچه مختصر زمان که اون رو مقدم بر این کتاب نوشت و به دلیل فنی من نمیتونم نشونتون بدم اون کتاب رو، ولی در ایران ترجمه خوبی هم ازش هست، میتونید از اون استفاده بکنید. شهرت هاکینگ هم به همین دلیل بود که تونست علم رو به میان مردم بیاره، هرچند کتاب خیلی ساده نیست. باز هم بریده من کتاب تقریبا باز در سطح دانشگاهی نوشته شده، هرچند که فرمول سعی کرده درش به کار نبره. خب بینندگان گرامی، من حالا موضوع این قسمت همونطور که گفتم اینه که نقش پیش‌فرض‌ها و نقش اعتقادات در این که چقدر ما رو متحجر میکنه و چقدر ما رو در صد و بند نگه میداره که نتونیم حقایق علمی رو بپذیریم. این پیش‌فرض‌ها خیلی تا حالا به رشد علمی بشر آسیب زده. من مثال هایی براتون میارم که این مطلب برای شما بیشتر روشن بشه. قبل از اینکه این رو شروع بکنم، من خواهش میکنم که عکس شماره یک رو به شما نشون بدن. عکسی هست از استیفن هاکینگ، دانشمند انگلیسی که سال گذشته فوت کردن به دلیل بیماری صعب العلاجی که داشتنیشون. بعد خب اگر بیایم از گذشته ها شروع بکنیم، من میتونم برای شما آرشمیدس رو مثال بیارم که خیلی مثال خوبی هم هست. آرشمیدس حدود 2200 سال پیش زندگی میکرد در دورانی که حکومت هخامنشی بود و بر یونان باستان تسلط داشت. آرشمیدس در اون زمان دانشمندی بود و کشفی کرد، یک کشف خیلی مهم بود، این بود که در اون زمان چیزی از آرشمیدس خواسته بودن یه نکته علمی رو حل بکنه. آرشمیدس رفت داخل حموم و حمومای اون موقع هم مثل حمومای مثلا روستاهای ما مثلا به صورت خزینه بود و
عرش میدوس موقعی که داخل آب شد، خب همه ما داخل آب میشیم، میریم میایم بیرون، هیچ اتفاقی هم نمیفته و نکته خاصی جلب توجه ما رو نمیکنه. من یادم هست ما بچه که بودیم، اولین باری که من رفتم تو داخل استخر و 5-6 سالم بود، یه ساعتی تو آب بودم، بعد که اومدم بیرون دیگه نمیتونستم رو پای خودم وایستم، نزدی بود که بخورم زمین و احساس میکردم که وزنم چند برابر شده. خب این خیلی جالب بود. در 2000 خورده سال پیش ارشمیدس به این نکته توجهش جلب شد که چرا انسان موقعی که، یا هر چیزی موقعی که داخل آب میشه، وزنش کم میشه. این یه دلیل علمی میتونه داشته باشه و ارشمیدس فکر کرد و میگن که این قانون رو در همون حموم کشف کرد و انقدر هیجان زده شد که لخت مادرزاد از حموم زد بیرون. حالا معلوم نیست این داستان درست باشه، ولی خب احتمالاً کشف چون خیلی بزرگ بوده، به هر حال قابل تصوری که انقدر بهش هیجان دست داده. به هر حال ارشمیدس این قانون رو به دست آورد که هر جسمی که درون مثلا یه مایعی قرار بگیره مثل آب، به اندازه حجم آبی که، ببخشید، به اندازه وزن آبی که بدنش جابجا میکنه، از وزن خودش کم میشه. خب این قانون یک قانون خیلی مهمیه. چرا؟ به خاطر اینکه مطابق این قانون از همون 2200 خورده ای سال پیش بشر این امکان رو داشت که کشتی فلزی بسازه و روی آب بندازه و ساخت کشتی چوبی رو بذاره کنار. مطابق این قانون از همون موقع میشد کشتی فلزی رو ساخت، ولی این فرض به حدی غیر قابل تصور بود که بشر 2000 سال مقاومت کرد در مقابل این فکر که بشه تصور کرد که کشتی رو میشه از آهن ساخت. خب همین الان هم نگاه بکنید فرضش خیلی مسخره است. شما نگاه کنید یه قاشق رو میذارید روی آب، قاشق میره ته آب، ولی یه کشتی 100 هزار تونی که از آهن ساخته شده، اون کشتی نمیره زیر آب. خب چرا؟ این به دلیل قانون ارشمیدس هست. قاعدتا کشتی باید بره زیر آب، ولی کشتی رو خیلی پهن میگیرن که حجم آب زیادی رو جابجا بکنه و مقدار زیادی از وزنش کم بشه، در نتیجه در سطح آب بمونه. ولی مثلا اون قاشق اونقدر حجم نداره که بتونه مقدار زیادی آب رو جابجا بکنه و به قدری از وزنش کم بشه که رو سطح آب بمونه. به هر حال انسان با اینکه 2200 سال پیش میتونست کشتی آهنی بسازه، این کار رو نکرد به دلیل که خب خیلی مسخره و غیر قابل باور بود که یه کشتی رو آدم از آهن بسازه و روی آب بمونه. تا اینکه بعد از 2000 سال در سال 1800 خورده ای برای اولین بار با احتیاط بالاخره یک کشتی ساختن که از آهن بود و خواستن ببینن چی میشه. خوشبختانه این کشتی هنوزم وجود داره، اسمش هست کشتی ستاره هند. کشتی ستاره هند Star of India هنوز هستش و من اگه بهتون آدرس بدم در شهر بندری سندیگوی آمریکا این کشتی تو بندر قرار داره و دیگه ازش استفاده نمیشه، در واقع حالت موزه داره و به صورت رایگان هر کی گزارش به اونجا بیفته میتونه از این کشتی دیدار بکنه. این کشتی خیلی تاریخیه، خیلی مهمه به خاطر اینکه اولین کشتی فلزیه و به داخل آب هم فرو نرفت. خب ببینید، پس یک پیشفرض ذهنی اشتباه میتونه انسان رو گاهی اوقات 2000 سال عقب بندازه. پس هر چه زودتر و هر چه بیشتر ما بتونیم از این پیشفرض‌ها خلاص بشیم، بهتر میتونیم که علم رو بپذیریم و علم رو پیشرفت بدیم، قدم‌های بلندتری برداریم. به هر حال این خیلی راحت نیست. یه مثال دیگه بزنم در رابطه با کریستوف کولومب که قاره آمریکا رو کشف کرد در سال 1000
492 میلادی. خب در زمانی که کلمب آمریکا رو کشف کرد، در اون سالها حدوداً دیگه کاملا پذیرفته شده بود که کره زمین گرد هست، از نظر علمی پذیرفته شده بود. ولی خب اینکه یه چیزی از نظر علمی پذیرفته بشه تا اینکه باور مردم رو عوض بکنه خیلی راه درازی، مثل همون قضیه ارشمیدس. خب حدود 250 سال قبل از کریستوف کلمب، مارکوپولو رفته بود به هندوستان. خب کریستوف کلمب اومد پیش خودش تحلیل کرد، گفت اگر مارکوپولو از اروپا راه افتاده به سمت شرق رفته به هند رسیده، اگر کره زمین گرد باشه همونطوری که ما الان پذیرفتیم، قاعدتا اگر ما به سمت غرب حرکت بکنیم، یعنی از داخل اقیانوس اطلس حرکت بکنیم بریم، قاعدتا باز دوباره باید به هندوستان برسیم اون سر دنیا، منتها از یه طرف دیگه. خب این خیلی بدیهی به نظر میاد، ولی تو ذهن آدم های اون موقع هیچ کس جرأت چنین کاری رو نداشت. به قول معروف معما چهلگشت آسان شود، بعد اینکه کریستوف کلمب رفت دیگه راه آمریکا باز شد، همه ترسشون ریخت. ولی میخوام بگم همچین چیزی راحت نبود. تا اون زمان مردم، عامه مردم زمین رو صاف میدیدن و صاف تصور میکردن و خب فکر میکردن که این اقیانوس ها و دریاها به این صورتی که شما اینقدر با کشتی روش حرکت که میکنید میرسید به لبه جهان، و لبه جهان نقطه هست که آبهای اقیانوس ها میریزه پایین، میریزه تو فضا. خب خیلی هم وحشتناک هست دیگه، فکر کنید کشتی داره میرسه به لبه جهان مثل آبشار نیاگارا، و خب در اون لبه ها هم جریان آب خیلی تند میشه و آبها داره میریزه پایین و کشتی هم قاعدتا میره میفته پایین توی فضا. البته بعدها مشخص شد که در فضا چیزی به نام پایین و بالا وجود نداره، یعنی به فرض اینکه اگر ما کره زمین رو تخت هم در نظر بگیریم فرقی نمیکنه، کره زمین بالا و پایین نداره. بعد ببخشید، فضا در کل بالا و پایین نداره. خب کلمب تصمیم گرفت که از سمت غرب بره به آمریکا و حرکت کرد و رفت و در نهایت به هندوستان نرسید، بدن که قاره آمریکا اون وسط بود و به اونجا رسید. و کلمب در واقع کاری که کرد، اهمیت کار کریستوف کلمب این بود که اون پیش فرض ذهنی رو گذاشت کنار و تونست بر ترس خودش غلبه بکنه و بگه که اگر زمین گرده من این راهو میرم، و ریسکش هم به جون خرید و در نهایت دیدین که موفق هم شد. حالا بماند که بعد از کریستوف کلمب همه به قول معروف انگار دارن حلوا خیرات میکنن، همه اومدن، هر کسی ادعا داره که اونا جلوتر کریستوف کلمب قاره آمریکا رو کشف کردن، چینی ها این ادعا رو کردن، این رو به وایکینگ ها هم نسبت میدن، بعد حتی مسلمون ها هم این ادعا رو کردن. یکی کتاب های دکتر شریعتی رو میخوندم، نوشته بود که مسلمون ها زودتر رفتن به آمریکا، دلیلی هم که آورده بود دلیلی بود که نشون میده که ایشون اطلاعات جغرافیایی خوبی نداشتن و به عنوان دلیل گفته بودن که به خاطر اینکه آثار زندگی مسلمان‌ها در جزیره قناری کشف شده. خب لازم به ذکر که جزیره قناری از جزایر ساحل غربی قاره آفریقا هست که مالکیتش متعلق به اسپانیاست، ولی از جزایر آفریقا به شمار میره نه آمریکا. این رو هم به عنوان معترضه من خواستم بیان بکنم. خب عکس شماره 2 رو میخواستم الان نشون بدید. عکس شماره 2 کشتی ستاره هند، Star of India، که در ساحل سان دیگو قرار داره، میتونید در این تصویر ببینید. البته خب یه قسمتش رو احتمالاً تعمیر کردن و نونوارش کردن، شما میتونید نگاه بکنید. عکس شماره 3
نشون میده تلقی مردم قدیم رو از اینکه زمین تخت بوده و در لبه کره زمین آب اقیانوس ها به فضا ریخته میشه. این عکس شماره 3 ما هست. عکس شماره 4 رو من در اینجا تقاضا میکنم بذارن، عکسی است از آلبرت اینشتین و میخوام یه توضیح در رابطه با اینشتین بدم. اینشتین در سال 1905 موقعی که 26 سالش بود و فقط یک کارمند ساده در اداره ثبت اختراعات در برن سوئیس بود، ایشون با اینکه هیچ آزمایشگاهی هم نداشت، آزمایشگاهش فقط یه دونه خودکار بود و چند تا برگ کاغذ، و اینشتین تونست نسبیت رو در همون زمان که یک کارمند اداری بود و احتمالا هم خیلی کارشون کم بوده، وقت زیادی داشته برای فکر کردن، فرضیه نسبیت رو مطرح بکنه که انقلابی در فیزیک مدرن ایجاد کرد که در واقع الان اون فیزیکی که ما داریم ازش استفاده میکنیم و فیزیکی که در تمام دانشگاه‌های جهان داره تدریس میشه، فیزیکی هستش که وامدار اینشتین هست و قوانین نسبیتی که او آورد. حالا یکی از چیزهایی که انقلاب ایجاد کرد اینشتین این بود که نسبیت زمان رو اومد مطرح کرد، و این خیلی خیلی مطلب مهم و غیر قابل باوریه. این که دو نفر که با دو سرعت متفاوت دارن حرکت میکنن، یا یکی ثابت دیگری داره حرکت میکنه، زمان به اینها به دو گونه متفاوت میگذره. حتی ساعتی که دستشونه دو ساعت متفاوت رو نشون میدن. این خیلی غیر قابل باوره، حتی الان هم غیر قابل باوره. یعنی گرچه ما این رو میخونیم و شواهدش رو هم از نظر فیزیکی تایید شده و به دست اومده و ثابت شده، حالا من بعداً این رو بیشتر خواهم شکافت، یعنی یه چیز کاملا 100% تایید شده است، ولی از نظر ذهنی شما در نظر بگیرید خیلی غیر قابل باوره که فرض بکنید که دو تا انسانی که هم سن هستن، یکی با سرعت با یک سفینه فضایی حرکت بکنه، دیگری در کره زمین بمونه، یکی سنش فرض کنید مثلا 1 سال بالا بره، اون یکی برو برگرده مثلا یک پیرزن شده باشه. این خیلی غیر قابل باوره. و یه نکته ایرم بهتون بگم در این که یک مطلب پیشفرض‌های ذهنی آدم چقدر میتونه عمیق باشه، که همین مطلبی رو که الان من در دو خط براتون بیان کردم، من این رو موقعی که کودک بودم خوندم و خیلی به این موضوع من فکر کردم، خیلی فکر منو مشغول میکرد و اصلا نمیتونستم درک بکنم. البته فرمولهاش رو میدونستم، میتونستم بیان بکنم، تدریس هم میکردم، ولی خیلی فرق داره تا اینکه شما یک چیزی رو بنویسید، بیان بکنید، تدریس بکنید، تا اینکه اون چیز برای شما دقیقاً جا افتاده باشه. و بهتون بگم من برای اینکه این مطلب نسبی بودن زمان برام جا بیفته 37 سال فکر کردم. 37 سال این مطلب ذهن منو به خودش مشغول کرده بود و من واقعاً برام جا نمی افتاد. یعنی درک این قضیه که چطور از نظر فیزیکی داره این اتفاق میفته، تا بازم استیفن هاکینگ به کمک من اومد، حدود 2 سال پیش کتاب طرح بزرگش رو داشتم میخوندم. هاکینگ خیلی ممنون، یادش گرامی، که با این مثال ساده‌ای که در کتابش آورده بود، یه مثال خیلی گویا آورد و تونست بالاخره بعد از 37 سال من رو راحت بکنه، و من از این جهت ممنون هستم از ایشون که منو خلاص کرد و بعد از این همه مدت طولانی این نکته علمی برای من جا افتاد. به هر حال اما
حالا همین اینشتین بعدها یک فرمولی در فیزیک، یک سری محاسبات فیزیکی انجام داده بود که متناسب با اون فرمول ها اینطور به نظر می اومد که جهان داره، حجم جهان ثابت نیست و جهان در حال حرکته. خب فرمول اینجوری نشون میداد. خب در اون زمان همه تصور میکردن جهان ثابت هست، یعنی جهان حرکت نمیکنه، بزرگ نمیشه. اینشتین هم این رو پذیرفته بود. حالا میخوام بگم که حتی اینشتین که در قضیه نسبی بودن سرعت نور انقدر ذهن بازی داشت، اینشتین این اشتباه رو کرد. او هم اسیر یک پیشفرضی بود که تصور میکرد جهان ثابته و خب خیلی هم معقول بود، به دلیل که شما یک ستاره رو نگاه میکنی، ستاره ها همیشه همونجا هستن. حالا برید یه سال دیگه بیایید، باز هم ستاره اونجا هستن. برید 100 سال دیگه هم بیایید، ستاره ها باز اونجا هستن. خب خیلی بدیهیه که ستاره ها ثابت هستن در جای خودشون. اما فرمول اینشتین نشون میداد که همچین چیزی نیست و جهان داره حرکت میکنه. خب اینشتین بر اساس اون پیشفرض خودش اومد یک اشتباهی کرد که همیشه میگفتش که این بزرگترین اشتباه علمی من در زندگی بوده. اومد با دست خودش فرمول خودش رو خراب کرد، یعنی یک عددی، یک ثابتی رو محاسبه کرد و داخل فرمول خودش وارد کرد که نباید میکرد، که اون عددی رو که وارد اون فرمول کرده بتونه اون جابجایی جهان یا بزرگ شدن جهان رو خنثا بکنه و نشون بده که جهان ثابته. یعنی اینشتین به دست خودش فرمول خودش رو خراب کرد. اینشتین میتونست کسی باشه که بر اساس فرمول خودش ثابت کنه که جهان داره بزرگ میشه، ولی متاسفانه اون پیشفرض‌ها گاهی اوقات دامن خود دانشمندان رو هم میگیره و بعداً ثابت شد که اینشتین اشتباه کرده بوده و خودش هم به این نتیجه رسید. خب چون وقت ما رو به اتمام هست، من به صورت خیلی فشرده بگم، اشاره بکنم در نهایت به نیوتن. نیوتن هم الان فیزیکی که ما داریم باش کار میکنیم و بر مبنای اون فیزیک مثلا موشک به کره ماه میفرستیم یا اتومبیل سوار میشیم حرکت میکنیم، تمام این محاسبات با فیزیکی هست که ما مدیون نیوتن هستیم. خب نیوتن یکی از بزرگترین کشفهایی که کرده اینی که جاذبه رو کشف کرده. حالا چرا این عجیبه؟ خب تا زمانی که نیوتن، تا قبل از نیوتن، برای همه بدیهی بود که وقتی ما یک چیزی رو تو دستمون نگه داشتیم، وقتی این رو رها بکنیم این به زمین میفته. مثلا اگر ما یک سیبی رو رها بکنیم، سیب به زمین میفته. خب این فرق یک انسان معمولی با یک دانشمند هست. نیوتن اونجوری که خودش نوشته در باغی نشسته بوده، یه گردش میکرده، میبینه که یک سیبی از درخت میفته. خب این خیلی عادی هست، ولی نیوتن چون ذهن علمی و نگرش علمی داشته، به این فکر میفته که چرا سیبی که از درخت جدا میشه به سمت پایین میفته. خب البته سوالش به نظر ما خنده دار میاد، ولی واقعا نه، این فکر رو بکنید، خب چرا سیب بالا نمیره؟ چرا به سمت چپ نمیره یا راست نمیره؟ همین سوال نیوتن باعث شد که این دانشمند بتونه قانون جاذبه رو کشف بکنه و فرمولهاش رو محاسبه بکنه و به ما کمک بکنه که ما الان فیزیکی رو بسازیم که بر مبنای اون تقریبا بیشتر کارهای زندگیمون رو داریم انجام میدیم. اینی که من میخوام بگم که این رها شدن از اون پیشفرض‌ها خیلی اهمیت داره. در اینجا من میخوام که عکس شماره 5 هم نشون داده بشه، عکس نیوتن در اون باغ. البته عکسی از نیوتن موجود نیست، به دلیل که خب نیوتن 300 سال پیش زندگی میکرده،
این هم یک عکس در واقع یک نقاشی فرضی هست. خب چند دقیقه آخر رو من توضیح براتون بدم که اینکه در جهان امروزی ما اینطور تصور میکنیم، یه غرور علمی همه ما رو گرفته که ما همه تصور میکنیم که خب به علم خیلی تسلط داریم و هیچ پیشفرض علمی گمراه کننده این نداریم، ولی اصلا اینطوری نیست. ببینید الان این غرور علمی باعث شده که ما همه چیز خیلی بدیهی فرض کنیم و اختراعاتی رو که ثمره بعضن چند هزار سال فکر بشر بوده ولی الان بهش رسیدن رو ما خیلی سهل فرض میکنیم و خیلی زود ارزشش رو یاد میبریم. مثلا تا 100 سال پیش هواپیما نبود، بلافاصله بعد از اینکه هواپیما اختراع شد همه خیلی بدیهی میدونن که همچین قولهای فلزی داره در هوا حرکت میکنه و انگار که مثلا چند هزار ساله که ما هواپیما رو هوا داریم. بعدها مثلا تلویزیون اختراع شد، همه فکر میکنن خیلی بدیهیه که ما توی شیشه نگاه بکنیم یه نفر داره حرکت میکنه و حالا که اون پشت اون شیشه خبری نیست. کمتر کسی به این جور چیزا دقت میکنه و الان هم که اینترنت فراگیر شده، اینترنت یه چیز خیلی جدیدیه، فراگیر شدنش یه چیز حدود مثلا 15-20 ساله، ولی همه آنچنان وجود اینترنت رو بدیهی فرض میکنن که انگار بشر همیشه اینترنت رو در دسترس خودش داشته. ولی نه عزیزم، من میخوام اینو بگم که ما وقتی صحبت میکنیم میگیم که ما رفتیم به کره ماه، بشر به مریخ رفت، بشر ناو هواپیما برق ساخت، بشر اینترنت رو ساخت. من میخوام بگم که نه، اصلا اینطور نیست، بشر نساخت. به قول معروف ما نمیتونیم خودمون رو قاطی بکنیم. عده‌ای از انسان‌ها، عده‌ای از افراد متخصص، عده‌ای از دانشمندان اونها رو با تلاش‌های بی‌پایان ساختن، بقیه مردم کار میکنن، پول میدن و با پرداخت پول میتونن حاصل دستمون دانشمندان رو بخرن و استفاده بکنن. این معنیش این نیستش که الان تمام کسانی که کره زمین دارن زندگی میکنن از ماهیت علمی اینها اطلاع دارن و همه سهیم هستن در این که اگر امروز بشر مثلا به فضا رفته، به کره ماه رفته و سایر ابداعات رو داشته. خیر، چنین نیست. همه ما باید سعی بکنیم که علم رو تولید بکنیم، نه اینکه علم رو مصرف بکنیم. وقت گذشته ولی اینو من سریع بگم، دکتر نقره‌یان استاد من که در جلسه قبلم بهش اشاره کردم، عادتی داشتن ایشون برای امتحان یک سوال میدادن که اون یک سوال 20 نمره داشت و به هیچ کس هم بالاتر از 19 نمیدادن و همیشه میگفتن که من به خودم هم 20 نمیدم. خلاصه تو کلاس ایشون هر کس نمره 19 میگرفت، یعنی بالاترین نمره رو گرفته. بنده با ایشون درس زمینشناسی اقتصادی داشتم و در امتحان خوشبختانه من 19 گرفتم. خب بدیهی که خیلی غرور داشتم و خیلی به خودم میبالیدم که بالاترین نمره کلاس رو آوردم. بعد وارد دانشکده شدم، اومدم از عمدن از جلوی دفتر استاد رد بشم که من فکر میکردم که دکتر نقره‌یان میخواد برای من هورا بکشه، ولی تو از جلوی دفتر عبور کردم، دکتر نقره‌یان منو صدا کرد، گفت آقای محمدزاده من از شما اصلا انتظار نداشتم. بعد این جمله رو ایشون گفت و انگار که یه پارچ آب یخ خالی کرده باشن رو سر من. بعد من گفتم که چرا دکتر، من که تمام کتاب رو براتون نوشته بودم که نمرم 19 شده، فکر کردم اشتباهی شده. و ایشون که حرفی به من زد که خیلی جالب بود، گفت اتفاقا مشکل اینه که تو دقیقا ورداشتی تمام کتاب رو برای من نوشتی. خب این کتاب که موجود بود، تو ورداشتی همون چیزی رو که موجود بود تحویل من دادی،
چه کمکی به علم کردی، چقدر علم رو جلو بردی، چقدر به پیشرفت علم بشری کمک کردی. و در اونجا بود که من با اینکه نمره 19 گرفته بودم شرمنده شدم، ولی این آموزه‌ای که ایشون به من داد انقدر مهم بود که الان بعد از این همه سال من برای شما دارم بیان میکنم و امیدوارم درس خوبی باشه برای دانشمداران فعلی و دانشجویان فعلی. خب دوستان، جلسه اول که جلسه بعد از مقدماتی بود در اینجا به پایان میرسه و خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید. پرسش های خودتون رو به ایمیل من که در این برنامه روی تصویر خواهد اومد بفرستید، من حتما پاسخ میدم. بار دیگه من منصور محمدزاده هستم، برنامه علمی جهان چیست از تلویزیون پیام جوان در شمال کالیفرنیا. هفته آینده مجددا در خدمت شما خواهم بود و پایدار باشید.